ما داریم سعی خودمونو میکنیم. در نظر داشته باشید فرصت ما تو هست 10 دقیقه حد اکثر برای هر سوال میگذاریم و مطمئنن توی این 10 دقیقه برجسته ترین واعظه ها و معلمین هم قادر نخواهم بود که به صورت کامل توضیح بدم. من برای این ما رو ببخشید اگه در قسمت های کوتاهی میکنیم، ولی بعضی از این سوال ها رو که شایسته است که بیشتر در موردش صحبت کنیم توی فیسبوک ادامه خواهیم داد. من سوال اول نگاه کنیم اگه اجازه بدید. چگونه می توانیم حاکمیت مطلق خدا را به اراده آزاد انسان مصالحه دهیم؟ به به، این سوال خیلی از دوستانه. اشکان جان بفرمایید. من شروع میکنم، ولی میدونم حتما از اینجا من شما هم راجع به مسئله صحبت خواهید کرد. یک مسئله که وجود داره وقتی ما این دوتا رو کنار هم میذاریم، معمولا چون به دروی سکه به صورت مطلق نگاه میکنیم، میگیم حاکمیت خدا، اگر انسان آزاده و اراده آزاد از خودش داره، پس انسان میتونه بنا به طبیعت خودش و بنا به شناخت خودش یه سری کارهایی رو انجام بده، پس خدا اونها رو درش دست نداره، پس حاکمیت مطلق خدا میره زیر سوال. و همینطور برعکس است، اگر خدا حاکمیت مطلق داره روی زندگی ما، پس ما، یعنی اون برداشتی که از این صحبت میشه این هست که پس من اراده آزادی از خودم ندارم. امروز میخوام میخوام اینو باز بکنیم که آیا همچین چیزی واقعیت داره یا حتما یکی باید بر اون یکی تأثیر کامل داشته باشه. یکی از من فکر میکنم یکی از مسائلی که مخصوصا در مورد پرسشی مثل این صحبت میکنیم باید در نظر بگیریم اینه که کتاب مقدس پر از سر و راز، پر از رمز. کتاب تثنیه باب 29 آیه 29 میگه که اگر پیدا کنم باز کردم دنبال آیشم، چیزهای مخفی از آن یهوه خدای ماست و اما چیزهای مکشوف تا به ابد از آن ما و فرزندان ماست. بنابراین من یه مقدار مشکل دارم وقتی که عزیزان با این سوالهای به این جدیت، امروز فارسی من خیلی خراب شدم مال واژه ها میگردم، صحبت میکنن ولی به اون سادگی باهاش صحبت میکنن که اصلا هیچ سر و رازی درش وجود نداره. گاهی اوقات در مورد خدا چنان صحبت کنیم که انگار خدا رو با تمام وجود خدا رو میشناسیم، هیچ جای مبهمی در مورد شخصیت و ذات خدا وجود نداره. فکر کنم این رو هم باید به همین صورت نگاه کنیم. همینطور که اشکان جان گفتن، مشکل اینجاست، یه صورت مسئله اینه که ما میگیم که خدا قادر مطلقه. کتاب مقدس این رو خیلی واضح و مشخص در موردش صحبت میکنه که او که در حاکمیت مطلق خودش پادشاهی میکنه و هر آن چیزی که در دنیا اتفاق میفته رو مقدر میکنه. این رو بارها میبینیم، دل پادشاهان در دستای خداوند به هر طرفی که میخواد میچرخه و رومیان باب 9 رو داریم، جاهای بسیار متفاوتی که یک قوم رو برمیانگیزه تا به عنوان عصای دستش استفاده بشه. حالا مثال ها بسیار متفاوت و زیاد هست. در کنار اون میبینیم خدا انسان رو مسئول نگه میداره، پاسخگو نگه میداره در برابر کارهایی که میکنه. حالا دیدگاه های مختلف که در این قسمت تقسیم بندی شدن به این صورته که یک دیدگاه که این حالا اسم فارسیشو نمیدونم ولی من به این صورت ترجمه میکنم که عدم سازگاری رو میبینه در بین این دوتا حقیقتی که کتاب مقدس ازش صحبت میکنه، میگه که نمیتونه انسان اراده آزاد داشته باشه، نمیتونه خدا حاکم مطلق باشه و در این همون حال انسان اراده آزاد داشته باشه. اگر خدا هستش که همه چیز رو مقدر میکنه، بنابراین اراده آزاد انسان اینجا مخدوش خواهد شد و انسان نمیتونه مسئول باشه. گروهی هم میگن که نه، شما نباید به خاطر اینکه یکی از این دو طرف معادله رو نگه داری و پشتیبانی بکنی، یک طرف دیگر معادله رو ارزش رو از بین ببری. میگن که هر دوتا وجود داره، خدا تمام چیزها رو مقدر میکنه و در این حال هم انسان اراده آزاد داره و اینها رو باید با هم به عنوان یک دو آموزه‌ای که حقیقتی که وجود دارن سازگاری بدیم. ممکنه که ارتباط منطقیش رو نتونیم بفهمیم، ولی این واقعیت هایی هستش که کتاب مقدس به عنوان یک پارادوکس ازش صحبت میکنه و میبینیم وجود داره. اجازه بدید من این تیکه یه بخش رو اضافه بکنم برای علاقه مندان به حداقل تا حدی دنیای فلسفه و علم فلسفه. یک مسئله فلسفی هست، یک در واقع بهش میگن informal error، یا وقتی که یک مشکلی در بررسی فکری و منطقی یک عبارت پیش میاد. برای مثال شما فرض بکنید وقتی که میان میگن که یه عبارت خیلی معروفی هست، برمیگردن میگن که وقتی چند تا چیز رو کنار هم میگذاری کل این میگن is greater یا بیشتر است از اون تعداد اعضا یا عضوهایی که داره. ولی وقتی میان اینو مثال میزنم، میگن برای مثال یک نقاشی رو در نظر بگیرید، شما اگه به تیکای مختلف نقاشی نگاه کنید ممکنه هر کدوم به تنهایی یک چیز باشن ولی در کل با هم یک نقاشی رو دارن، پس معنی بیشتری رو دارن. ولی اگه بیایم با هم مقایسه بکنیم، در مرحله اول داره راجع به تعداد، داره راجع به تاثیر دونه دونهش صحبت میکنه، در مرحله دوم میاد راجع به کیفیت کار صحبت میکنه. وقتی ما میایم معنی کلمات رو که
ما اون شروع کردیم توضیح چیز رو عوض میکنیم تا جوابی که میخوایم بهش برسیم معنی پیدا کنه، این یک مشکل فکری رو در ثابت کردن یک چیزی میاره. مشکلی که تو این زمینه بیشتر اوقات پیش میاد، چون ما نمیخوایم اراده انسان، آزاد انسان رو کنار بگذاریم یا قدرت مطلق خدا رو کنار بگذاریم، میایم این واژه ها رو به شکل های معنی و ترجمه میکنیم که در کلام خدا وجود نداره و بعد میایم از طریق اون میگیم خب پس ما اینو توضیح دادیم، در حالی که با عوض کردن صورت مسئله یا خود معنی اصلی ما نمیتونیم به یک جواب درستی دست پیدا بکنیم و این یک مشکل فلسفی هست بیشتر. جوابی رو که دوست دارم یا برای من قابل درک به این سوال بدم، با موافقت با شما دوستان عزیز، اینه که به چیز خیلی قشنگ اشاره کردی. فاصله ما با خدا و درک ما از خدا چقدر؟ من به نظر من حاکمیت مطلق خدا انقدر عظیم و گسترده و وسیعه که آزادی انسان در اون گمه. من فکر نمی کنم هیچ انسانی بخواد بگه که من اون دلم میخواست و فکر میکردم این کار رو انجام بدم، ولی حاکمیت مطلق خدا اجازه نداد من این کار رو انجام بدم، پس من مجبور شدم که اون یکی کار رو انجام بدم. من فکر نمی کنم هیچ کدوم از انسانی بیاد بگه که من بل اجبار کاری رو انجام کردم. همه ما انسان ها بر حسب اون چیزی که مایل هستیم و فکر میکنیم این کار رو انجام میدیم و همه اونها باز تحت کنترل خداست. و من این رو خیلی میپسندم که آزادی من تحت کنترل خدا باشه تا اینکه آزادی من بخواد خدا رو به قول معروف کنترل بکنه. خب معلومه اصلا اگر قرار باشه تصمیم رو که من بگیرم خارج از کنترل یا اراده خدا باشه، که دیگه اون خدا خدایی نمیتونه باشه که من بخوام اون رو بپرستم. ما گفتیم ما مشکل توی تعریف واژه ها داریم. هر وقت در مورد حاکمیت مطلق خدا صحبت میکنیم، اراده آزاد انسان، واژه ها مشترکه اما معانی که در پس اونها وجود داره کاملا متفاوته. و من بارها شده در همین مسئله با عزیزان بحث کردم، بعد از 15 دقیقه صحبت کردم متوجه شدم که اصلا طرف یک دیدگاه دیگه، یک معنای دیگه از این اصلا واژه حاکمیت خود یا مطلق بودن حاکمیت خود داره و ازش استفاده میکنه. به خاطر همین به این نتیجه نمیرسیم. برای این خیلی مهمه که این رو به چه صورت نگاه کنیم. من چند تا کتاب رو میخوام اینجا خدمتتون معرفی بکنم. میخوام یک نقل قولی هم از یکی از این کتاب‌ها بکنم. من دلیل آوردن این کتاب‌ها این بود که من تا یه هفته که از عزیزان من ازم خواست در مورد مسئله صحبت کنم و گفتم من چند تا کتاب خوب رو معرفی میکنم که اونا مرجع، چون به هیچ وجه تو این 10 دقیقه قادر نخواهی بود حتی اون اساسش رو در موردش صحبت بکنی. جان فریم یکی از الهیدان‌های معاصر عالی هستش، یک کتابی داره به اسم نو آذر گاد، هیچ خدای دیگری غیر از خدای واحد نیست، ترجمه تفسیری بنده است، پاسخی به یکی از دیدگاه‌های الهیتی به نام اوپن تیزم هست که داره صحبت می‌کنه که خدا از آینده با خبر نیست، که ارتباط بسیار مستقیم مسئله اراده آزاد انسان، حاکمیت مطلق خدا داره. کتابی هست عالی، حتما تشویق می‌کنم این رو مطالعه بکنی. کتاب دیگه که خیلی مستقیم و متمرکز بر این مسئله هست No Place for Sovereignty. من نمی‌دونم این اصلا چطور میشه ترجمه کرد، ولی داره کنایه میزنه به دیدگاه هایی که حاکمیت مطلق خدا رو رد میکنن و میگه که مشکل اصلا باور این مسئله که اراده آزاد انسان حاکمیت مطلق خدا رو محدود میکنه کجاست. نویسندش هست مکگرگور رایت. اینم کتاب بسیار عالیه، چیزای نکته های خیلی عجیبی درش نوشته شده که توی کتاب های دیگه من تا حالا ندیدم. عرضم به خدمت اجازه دو تا کتاب دیگه هم معرفی بکنم، حالا رو دور هستم. نورمن گایسلر یک کتابی داره به اسم Chosen But Free. این داره تمرکز اصلیش روی نقد الهیات اصلاح شده هستش و داره اون رو رد میکنه با دیدگاه آرمینیان. البته خودش بسیار زرنگی، خودش رو آرمینیان اینجا معرفی نمیکنه، میگه من کلوینیست متعادل هستم ولی به هیچ وجه ارتباطی نداره. ارزم به خدمتتون کتاب جالبیه و من تشویق میکنم این رو بخونید. ولی در پاسخ این کتاب دیگه ای رو دکتر جیمز وایت نوشته به اسم پاترز فریدم. بذارید معنی هاش هم بگم. Chosen but free به معنی منتخب اما آزاد، Potter's Freedom آزادی کوزگر هستش. اینم کتاب بسیار عالی هست که تمام پاراگراف های این کتاب رو ایشون نقد کردن. حالا دلیل این که من این کتاب ها رو معرفی کردم چونه که از این کتاب ها یه نقل قولی رو نوشتم و گایسلر اینطور معرفی میکنه، میگه که انسان آزاده، انسان مسئوله و چون مسئوله باید آزاد باشه و چون آزاده خدا نمیتونه حاکم مطلق به اون معنایی که ما داریم ازش صحبت میکنیم باشه. بنابراین چطور تعریف میکنه؟ گایسلر میگه هر آنچه را که خدا میداند آن را نیز مقدر میکند و آنچه را که مقدر میکند آن را نیز میداند. من تا الان تا اینجاش گیجم، البته منظورش متوجه هستم ولی عبارتش خیلی گنگه. به عبارت صحیح‌تر باید در مورد خدا بگوییم که او در دانش خود مقدر می‌کند و در تقدیر خود از ازل آنچه را که اتفاق خواهد افتاد را می‌داند، حتی اعمال آزادانه انسان را.
ببخشید دارم این مقدار وقت رو میگیرم، یه توضیح کوتاهی بدم. میگه که انسان آزاده و چون انسان آزاده اعمالش رو انجام میده و چون خدا دانش مطلق داره عمل انسان رو میبینه و عمل انجام شده انسان رو مقدر میکنه. لوپ کلام صحبتش. حالا جیمز وایت در پاسخ به این سوال صحبتش اینطور جواب میده، میگه که مطابق گفته های گانسلر مقدر شدن در بیانات وی چیزی جز داشتن دانش به صورت یقین نمیباشد. بنابراین اراده آزاد قائی در مباحثه اراده آزاد انسان است و نه اراده الهی. انسان آزادانه عمل میکنه و خدا از اعمال وی به صورت کامل آگاهی داره و در نتیجه این اعمال را مقدر میفرماید. بنابراین تقدیر الهی منفعل است. خدا دیترمین میکنه ولی دیترمین کردن خدا پسیو منفعله. یعنی علت اصلیش اینجا انسان هستش نه خدا و نه خدا. خطر چنین دیدگاهی به نظر من این هستش که به راحتی یک تصویری از خدای میسازیم در ذهنمون که کتاب مقدس این رو به ما معرفی نمیکنه، در حالی که میبینیم کتاب مقدس دو قسمت این معادله رو با صدای رسا فریاد میکنه. انسان مسئوله. من فکر میکنم این کلمه خیلی قشنگ، عبارت قشنگ تره تا بگیم اراده آزاد، چون خیلی بحث انگیزه و خدا حاکم مطلقه. حتی خب بیشتر راجع به مسئله صحبت خواهیم کرد، چون واقعا جا داره دونه دونه این واژه ها رو بشکافیم و بتونیم. مثلا هم داری مثلا داشتم میگشتم یکی حتی جاشو پیدا نکردم، درباره حمله آشور صحبت میکنه که کلام خدا بله تو اون صحبت میکنه، برمیگرده میگه خب کلام خدا خداوند میگه که من از طریق قوم آشور شما رو مجازات خواهم کرد، ولی از اون طرف خود حاکم پادشاه آشور رو هم محکوم میکنه. از اون طرف یک مثال دیگه که در عهد جدید داریم که دنبالش میگشتم، میگه مسیح با اراده، با پیشدانی و اراده آزاد خدا، ولی توسط شما مصلوب شد و باز مسئول میدونه کسانی، حالا شرایطی رو که پیش میاد، افرادی رو که دخیل بودن در این واقعه، و هر دو روی سکر نشون میده. ما نمیتونیم بیایم چون نمیتونیم یک چیزی رو تعریف کنیم بگیم پس این تیکه وجود نداره. بله باید واژه‌ها رو بیشتر شکافت. آیا آزادی که داره صحبت میکنه یک آزادی مطلقه؟ راجع به این بیشتر صحبت خواهیم کرد، الان نمیخوام زیاد بازش بکنیم، ولی اگر واژه‌ها رو بشکافیم شاید بتونیم به یک ترجمه و یک بررسی بهتری بهش برسیم، ولی نمیتونیم بیایم معنی کلمات چه حاکمیت مطلق خدا و چه آزادی رو عوض بکنیم. بگو اگه چیز داری بگو، من میخوام بشنم، بعد من دو تا تیکه دیگه میخوام اضافه کنم. دوباره من کوتاهش لازم دیدم که این رو گفته بشه، چیز جالبی. اولا من میخوام یک بخشی از کتاب مقدس رو، شما اشاره کردی به دو تا مثال از کلام خدا خیلی زیباست، یک مثال دیگه مثال کلاسیکی که همیشه استفاده میشه و فکر میکنم خیلی به درد زندگی های روزمره ما هم میخوره، داستان یوسف. یوسف رو ما میبینیم که خود پدرش اون رو در یک جایگاه خوبی میذاره به عنوان کارفرما برای برادرش. در آخر میبینیم برادرش در حقش گناه میکنن، چندین سال، سالیان طولانی در جفا و آزار و اذیت و زندگی خیلی نابسامانی رو پشت سر میگذاره. بعد که در جایگاه دوم در مصر قرار میگیره و برادران خودش رو ملاقات میکنه، برادران یوسف با ترس و لرز پیش یوسف میان، چون میدونن که الان در موقعیتی هست که میتونه به راحتی از اونها انتقام بگیره. یوسف بر میگرده به این، برای اینکه به اونها دلگرمی بده و بگه همچین چیزی نیست، نگران نباشید و من نمیخوام انتقام بگیرم، یه حرف خیلی عجیبی رو میزنه. میگه که کتاب پیدایش باب 50 آیه 20 میگه شما درباره من بد اندیشیدید. میگه شما انگیزه بد داشتید، کار خلاف انجام دادید، گناه کردید، ولی میگه که در مورد یک عمل مشخص مشترک صحبت میکنه، میگه لیکن اما خدا از آن قصد نیکی کرد. شما قصد بد داشتید، انگیزه بد داشتید، گناه کردید، ولی خدا با انگیزه نیکو این کار انجام داد. خدا مقرر کرد، اتفاق افتاد و انسان هم مسئول است به خاطر کاری که انجام میده. تا اینجا که رفتم اجازه بدید فصل سوم اعتقادنامه وستمینستر بند اولش رو، بند اول و دوم خدمتتون بخونم. این اعتقادنامه وستمینستر خلاصه‌ای هست از حقایق کتاب مقدس. میگه ما اساسمون کتاب مقدسه، ولی اینها مجموعه‌ای از انعکاس حقایقی که توی کلام زنده خدا است. میگه خدا از ازل از طریق مصلحت حکیمانه و قصد، اینو کشیش میکایلیان ترجمه کردن، شهید کشیش میکایلیان، خدمات بسیار ارزنده‌ای کردن که از زیباترین کارهایی هم که من ازش لذت میبرم و همیشه میخونم اینه. خدا از ازل از طریق مصلحت حکیمانه و قصد کاملا مقدس خود به طور آزاد و غیر قابل تغییر هر چیزی را که به وقوع میپیوندد مقدر فرموده، ولی این امر را طوری انجام داده که خودش به وجود آورنده گناه نیست و تجاوزی به آزادی ارادی مخلوقات نکرده و نیز آزادی و اختیار در مورد علل ثانویه را از انسان سلب ننموده بلکه برقرار داشته است. با وجودی که خدا میداند
در تمام شرایط امکان دارد چه چیزی به وقوع بپیوندد و یا به وقوع خواهد پیوست، فقط به این دلیل که آینده را میبیند و از شرایط آگاه میباشد چیز را مقدر نفرموده است. بنابراین صحبت گایسلر رو اینجا خیلی مشخص رد میکنه که خدا در دانه خوش خودش مقدر است. خود بیشتر راجع به مسئله صحبت خواهیم کرد که چطور میخوام از اون رو دعوت بکنیم بیان بر فیسبوک رو هم نگاه بکنن که از اون هم بتونن استفاده بکنن، چون وقتمون کوتاست. میخوای بریم سر سوال دوم؟ بس بگیم اول به دوستان عزیزان آزاد باشین، همه چی تحت کنترل خداست.